حالا میخوایم یک شاب نتورک ایجاد کنیم، وارد جیومتریکمون میشیم تو این قسمت که این نودهای دیگه همون هم موجوده، که تب رو میزنم و شاب نتورک رو داریم و اینجا قرارش میدیم. روی آن دابل کلیک میکنم و با کلیک تب ماتریال شیدر رو داریم انتخاب میکنیم و اینجا قرارش میدیم. وارد این ماتریالمون میشیم. من این صفحه رو بزرگ میکنم تا بهتر داشته باشیم. این دوتا رو ما نیاز نداریم. سلکت میکنم و کنار قرار میدم. من نودهایی که در حال حاضر باهاشون کار داریم اینها هستن. اینجا در حال حاضر فقط با این یکی کار داریم. کلید تب رو میزنم و شیدر رو تایپ میکنم. اینجا کلاسیک شیدر رو داریم. انتخاب و اینجا قرارش میدم. که با انتخاب اون به صورت خودکار این دو نود ایجاد میشه. حالا ما از اینجا از این نود فقط با قسمت دیفیوز اون کار داریم. روی این فلش که کلیک کنیم لیست بازشوی اون برامون نشون داده میشه. اینجا ما دیفیوز کالر رو داریم ولی تکسچر رو نداریم. مجدد کلید تب رو میزنیم و یک تکسچر ایجاد میکنیم. تکسچر رو ایجاد میکنیم و اینجا قرار میدیم. کالر رو به دیفیوز کالر متصل میکنیم. در قسمت مپ در اینجا در قسمت مپ ما به یک پارامتر نیاز داریم. اما این پارامتر ما با عنوان پارم هستش و اینجا میبینید که علامتی اومدی که به ما میگه مجاز نیستی از این استفاده کنیم. به همین عنوان میایم اینجا که اگر اینو سلکت کنیم تنظیماتون اینجا مشخصه. میایم اینها رو با عنوان مپ نامگذاری میکنیم. اینها که به مپ تغییر پیدا کنه خود به خود این علامت هم برداشته میشه. تو این قسمت هم تایپ میکنیم مپ دو نقطه من رایل داد پیک رو تایپ میکنیم. در قسمت تایپ حالت ایمیج رو انتخاب میکنیم. در قسمت ایمیج دیفالت مجدد من رایل پیک رو تایپ میکنیم. میبینیم که این علامت قرمز رنگی که اینجا برامون بود هم رفت. حالا از اینجا یک مسیر بر میگردیم به عقب و من رایل پیک هم میبینیم که اینجا برامون موجوده. من میام اینو سلکتش میکنم و اینجا همون آدرسی که در درس قبلی دادیم اینجا میدیم. OP دو نقطه سینگل کوتیشن مجدد OP فول پس رو انتخاب میکنیم. پرانتز باز دابل کوتیشن یک اسلش میزنیم. Object Geometric 2 Cup to Net و Node Null در انتها دوباره دابل کوتیشن پرانتز بسته سینگل کوتیشن و Enter. و الان لازمه که برگردیم و در Node Cup to Net تغییری که ما اینجا داده بودیم اینه که نان رو به تصویر اصلیمون متصل کردیم. این اتصال رو قطع میکنیم و این بار مستقیما اتصال رو از همینجا برقرار میکنیم. دقت کنیم این دکمه آبی رنگ و دکمه رندر برامون فعال شده باشه. صفحه رو کوچیک میکنم. حالا در قسمت متریال در این قسمت متریال باید متریالی که درون شاپ نت ایجاد کردیم و بهش بدیم. میایم تو این لیست کلیک میکنیم. سلکت. شاپ نت رو که باز کنیم. متریالمون اینجا دیده میشه و روی اکسپت کلیک میکنیم.
حالا یک سری از تنظیمات دیگه که درون نود شاپ نتمون باید انجام بدیم، وارد متریالمون میشیم. تو این قسمت من اینجا لازم دارم که من اینجا به یک پارامتر دیگه نیاز دارم. کلیک تب رو میزنم، پارامتر رو تایپ میکنم و اینجا قرارش میدم. این پارامتر رو که سلکت کنم، تنظیمات اون اینجا برامون مشخص میشه. صفحه رو بزرگ میکنم. پارامتر رو که سلکت کنم، نام اون اینجا مشخص. نام پینت رو که قبلا هم دادیم رو اینجا تایپ میکنم و من تو این قسمت بین این دوتا نود به یک نود میکس نیاز دارم. کالر میکس رو انتخاب میکنم و اینجا قرارش میدم. حالا من این نود رو که سلکت کنم و این پارامتر رو که اینجا داریم رو بیاریم، این پارامتر رو دقت کنین که حتما اینجا روی فلوت تنظیم شده باشه. پینت رو من متصل میکنم به بیس و کالر رو به سکندری، ورودی سکندری متصل میکنم. و کالر میکس رو اگر سلکت کنم، این هفدهم که اینجاست عدد یک رو بهش میدم که کامل رنگ سفید رو داشته باشه. حالا اینو اگر برگردیم در قسمت جیومتریکمون، تو این قسمت صفحه رو کوچیک میکنم. تو این صفحه یک دوربین میخوام قرار بدم. تا اینجای کار اکثریت کار رو رفتیم و تقریبا کارمون رو به اتمامه. در درس بعدی میخوایم کارهای پایانیمون رو انجام بدیم.